وطن من. با درود و سپاس بیکران به شما شنونده بسیار گرامی در هر جا جهان پهناور که صدای ما رو از رادیو ایران هیستان تگزاس ستا دلیو krihd.com یا .co و همچنین رادیو سرواز .com میشنوید. ساعت 12:30 به گاه هیستان تگزاس، هفته شامگاه اروپای مرکزی، امروز 13 آبان ماه 2574 شاهنشاهی برابر با 4 نوامبر 2015 میلادی. برنامه با استاد مهدی شمشیری در مورد تاریخ 200 ساله اخیر ایران. با درود به شما استاد، بفرمایید. با درودهای فراوان به تمام شنوندگان گرامی و عزیز رادیوهای ایران در استون تگزاس و همچنین رادیوی سرباز در سوئد، سخنان خودم آغاز می کنم و این درودها به ویژه برای کسانی است، برای هممیهنان عزیزی است که همیشه و در هر حال خود را ایرانی میدانند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند و همچنین از دوست گرامی آقای مهداد صدری هم سپاسگزارم که هر هفته محبت میکنند، وقت خودشون صرف میکنند و این گفتارها را ضبط می نمایند. واقعا از ایشون سپاس دارم. دوستان گرامی، هفته گذشته شروع کردم به شرح یک واقعی که در ایران رخ داد و تحلیلگران عقیده دارند که اگر اون واقعه رخ نمی داد احتمال پیروزی آلمان در جنگ، پیروزی نهایی آلمان در جنگ و شکست انگلستان و روسیه وجود داشت. برای این که بعضی از تعدادی از دوستانی که هفته گذشته به سخنان من گوش دادند، برای اونها یادآوری کنم و همچنین برای کسانی که احتمالاً برای اولین بار این گفتار رو گوش می کنند، اونها هم از سوابق آگاهی داشته باشند و همچنین بنا به درخواست بعضی از شنوندگان گرامی که می گفتند وقتی که ما یک نوار گوش می کنیم اگر مربوط به یک سابقه باشه که در هفته های گذشته شرح داده شده، این نوار جدید تقریبا اون اثری که باید داشته باشه نخواهد داشت، چون مقدماتش تو یک نوار دیگه ایه. حالا به همین جهت من خیلی خلاصه اون عرایضی که هفته گذشته کرده بودم که مقدمات اون واقعه بود شرح میدم و بعد خود اون واقعه ره به عرض شنوندگان گرامی میرسونم. در هفته گذشته شروع کردم از بهانه‌ای که موجب جنگ جهانی اول شد. اون بهانه کشته شدن ولیعهد اتریش بود در تاریخ 7 تیر ماه 1293، 28 ژوئن 1914
و چهارم شعبان 1332. این سالهای قمری من از این نظر ذکر میکنم که در اون زمان دیگه هنوز سال شمسی به ترتیبی که رضا شاه بزرگ اونه برقرار کرد هنوز برقرار نشده بود و در تمام تاریخ‌های اون زمان وقایع با سال‌های قمری ذکر شده است. خب این کشته شد ولی بلافاصله جنگ شروع نشد. 23 روز بعد از کشته شدن این آقای ولیعهد اتریش، احمد شاه تاجگذاری کرد. در تاریخ 3 تیر ماه 1293، 22 ژوئیه 1914 و 27 شعبان 1332. البته همونطوری که عرض کردم، احمد شاه در تاریخ 12 دلو یعنی بهمن متولد شده بود و باید صبر میکردند تا 18 سالش طبق قانون اساسی و طبق سالهای شمسی برسه. اما اون ناصرالملک که نایب السلطنه بود و بالاخره خیلی انگلیسی بود، طرفدار انگلستان بود، مشهوره، بالاخره بهش اطلاع داده بودن که آقا جنگ خیلی نزدیکه، اینم با عجله آمد سالهای قمری ره ملاک قرار داد. گفت که این آقای احمد شاه در 27 شعبان متولد شده و حالا هم بعد از 18 سال در 27 شعبان 27 شعبان 1332 میشه 18 سالش. در نتیجه این شخص 193 روز قبل از آن که سال شمسیش کامل بشه تاجگذاری کرد. بعد از تاجگذاری این آقای احمد شاه خیلی قدم نامبارکی داشت. اگر افرادی که اعتقاد دارن به قدم، این آقای احمد شاه 5 مرداد 1293 جنگ شروع شد. متوجه شدید؟ 30 تیر این آقا تاجگذاری کرد، 5 مرداد جنگ جهانی اول شروع شد و به تدریج تعداد زیادی کشورها وارد جنگ شدند. در وقتی که احمد شاه تاجگذاری کرد، علاءالسلطنه نخست وزیر بود. اما 28 روز بعد از تاجگذاری احمد شاه، او علاءالسلطنه استعفا داد یا گفتن استعفا بده و میرزا حسن خان مستوفی الممالک نخست وزیر شد. این علاءالسلطنه مشهور بود به نوکری انگلیس، چون تعدادی از رجال ما مشهور هستند که انگلیسی هستند. بعضی ها مثل بشیرالدوله انگلیسی بوده، خیانت های بزرگ هم کرده ولی خیلی محرمانه و عوام‌فریب بوده و الان هم اگر به هر ایرانی بگن از رجال وطن پرست قاجار سنفر ما اسم ببر، یکیش مشیرالدوله اسم میبره، در حالی که خیانت های بزرگ و بزرگی خودش و باباش به ایران کردن، خیلی بیشتر از اون خیانت هایی که آقای علاءالسلطنه کرده. علاءالسلطنه نوکر انگلیس بوده ولی به اندازه ای که این آقای مشیرالدوله خیانت کرده، خیانت هاش مشهور نیست. حالا کار نداریم،
این آقای مستوفی الممالک در بین رجال به طرفداری آلمان شهرت داشت، همونطوری که در زمان رضا شاه و جنگ دوم جهانی هم آقای احمد، دکتر احمد متین دفتری به طرفداری آلمان شهرت داشت و رضا شاه اون نخست وزیر کرد. و به هر جهت چون این مصطفی الممالک مشهور بوده که انگلیسی نیست و خوب تا اندازه به آلمان هم علاقه داره، در این زمان علاوه سلطنه انگلیسی رفت و مصطفی الممالک آمد. و بعد در نهم آبان 1293 که اول نوامبر 1914 بود، دوازدهم ذی‌الحجه 1332، فرمان بیطرفی ایران در جنگ اعلام شد و به همه کشورها خبر داده شد که ایران در جنگ بیطرفه. در وقتی که کابینه مصطفی الممالک سر کار بود، 3.5 ماه بدون مجلس کشور اداره کرد، بعد دیگه مجلس تشکیل داد چون باید انتخابات انجام میشد و اینا. بعد از اون که تشکیل شد، دوره سوم مجلس شورای ملی بود و اولین دوره بود که احمد شاه اون افتتاح کرد. افتتاح دوره سوم هم اگر دوستان بخوان تاریخش یادداشت کنند، 13 آذر 1293، 5 دسامبر 1914 و 16 محرم 1333. این مجلس از یک خصوصیات ویژه‌ای داشته. اون خصوصی، مهمترین خصوصیت ویژه این مجلس سوم طرفداری از آلمان بوده. و عجیب اینه که تمام اونهایی هم که به نوکری انگلیس مشهور بودند در این زمان طرفدار آلمان شده بودند و یک گروهی که اکثریت و اقلیت همیشه در مجلس های ایران وجود داشته، در دنیا هم وجود داشته به اسمهای دیگه، در ایران گروه اکثریت به طرفداری آلمان و عثمانی در مجلس تشکیل شد. و عجیب اینه که ایادی انگلیس هم شده بودند طرفدار آلمان. اما وقایع دیگه‌ای که رخ داد و خیلی به نفع آلمان شد، در تاریخ 30 آذر ماه 1293، 22 دسامبر 1914، 4 صفر 1333، در منزل یک شخصی به اسم سالار سلطان تعزیه بوده که همونی که میگن شبیه بازار شام بوده که برای خاطر امام حسین درست یک نمایشی ترتیب میدادند و فرزندان امام حسین میرفتن بازار شام و بعد از کشته شدن امام حسین، بعد از شهید شدن. خب در اونجا که منزل بازار شبیه بازار شام بوده، کاردار سفارت آلمان هم شرکت میکنه. بعد از این شرکت شایع میشه که این کاردار سفارت آلمان اونجا چقدر گریه کرده برای امام حسین. خب این طرفدارای آلمان فراوان بودند، همونطوری که عرض کردم در این اوائل جنگ جهانی اول دولت عثمانی که کربلا و نجف در قلمروش بود این حوزه های مذهبی رو تعطیل کرد و این طلبه ها رو پول بهشون داد و فرستادشون برای تبلیغ. اینها آمده بودند به
شهرهای مختلف و مهمترین کارشون تبلیغ به نفع آلمان و عثمانی بود. نه تنها در ایران این طلبه ها بودند آمدند، بلکه در افغانستان و هندوستان، چون پاکستان اون زمان هنوز نبود، برای مسلمانان هندوستان و اینها هم از این طلبه ها رفتند برای تبلیغ. دولت آلمان در اون زمان فوق‌العاده ثروتمند بود نسبت به سایر کشورها، پول هم برای تبلیغ مرتب خرج می‌کرد. افراد آلمانی، جاسوسان آلمانی با محموله‌های سکه‌های طلا به ایران و همچنین به طرف افغانستان اینها رفته بودند و در سر تا سر ایران هم پراکنده شده بودند. حالا وقتی که این شخص کاردار سفارت آلمان که اسمش بود فان کاردروف رفت در تعزیه شرکت کرد و گفتند آقا این شخص گریه کرده برای امام حسین، خبرگزاری رویترز به طور تمسخر و استهزا خبری منتشر کرد که بله، مثل این که تمام آلمانی ها مسلمون شدند و بازوبندی دارند و رو بازوهاشون نوشتن لا اله الا الله محمد رسول الله. تا که این خبر منتشر شد، این خبر مسخره بود، یعنی به مسخره گرفته بود، اما این آخوندهای روی منبر که طرفدار آلمان در اون زمان بودن، منظورم آخوندهای درجه یک نیست، اون مجتهدین درجه یک هیچ وقت طرفدار آلمان نمی شدن و اگر هم می شدن برای یک کارهای جاسوسی به نفع انگلستان بوده، ولی اینها طلبه ها بودن که هنوز به اون درجه آیت اللهی و اجتهاد نرسیده بودند که از نظر سیاسی به طرفداری انگلستان قیام بکنند. خب بعدش این آخوندها، این طلبه ها باید بیشتر بگم، روی منبر رفتند و شروع کردند تبلیغ کردند. در این زمان در بازار تهران و تمام این مؤمنینی که می رفتند مسجد در سرتاسر ایران شروع کردند به دعا کردن به امپراتور آلمان که اون می گفتند مسلمون شده و اون به عنوان بزرگترین پادشاه اسلام در دنیا اعلان کردند که بزرگترین پادشاه ویلهلم دوم هست و حتی گفتند مهری که این آقا درست کرده، این آقای ویلهلم که اسمشو گذاشته محمد ویلهلم هست، اهل علم و اهل فلم و اهل علم و اهل حلم عبدالراجی محمد ویلهلم. دیگه مردم ایران بیش از اندازه طرفدار آلمان شدند و طرفدار امپراتوری. حالا در این شرایط شما حساب کنید قدرت سفارت آلمان در ایران از دولت ایران زیادتر بوده و ما اخبار متعددی داریم که مصوفی الممالک دست به دامن این کاردار سفارت آلمان می شودی که آقا رؤسای ژاندارمری رو نصیحت کن، چون اونا سوئدی بودند و طرفدار آلمان شده بودند، که در کار ما کارشکنی نکنند، ما رضایت نکنند اینا. حتی این کسی که این واقعی که می خوام بگم که اگر رخ نداده بود آلمان احتمال پیروزیش بود، این واقعه به طوری که امروز خواهم گفت توسط فرمان فرمای خائن عبدالحسین میرزا فرمان فرما انجام شده، ولی پیش از این که این واقعه رخ بده خود فرمان فرما هم شده بود آلمانی و در جشن های چندین جشن در سفارت آلمان انجام شده بوده، دو تا از نوکران انگلیس که فرمان فرما و سفهدار بودند در اون جشن ها شرکت می کردند و
به افتخار آلمان نمیدونم می نوشیدند و زنده باد آلمان می گفتند و از این حرف ها. در همین زمان یکی از آخوندهای اعتباط به اسم شمس الزاکرین آمد به ایران و از طرف علمای کربلا و نجف پرچمی را آورد که روی آن عقاب آلمان و بالای عقاب تاج امپراتوری و اطرافش آیات و احادیث فراوان نوشته شده بود و این شمس الزاکرین رفت و روی منبر و اعلان کرد که این بیرق فتح است که علمای اعلام فرستادن تا در موقع خاتمه جنگ و امضای پیمان صلح اسم ایران و اسلام از نظر اعلی حضرت محو نشود. فنکادروف قول داد که هرچه زودتر بیرق را به وزارت امور خارجه آلمان بفرسته. حالا دوستان ممکنه بخوان بدونن که این حرفایی که من الان میزنم از کجاست، چون باید سند ارائه بدم. بیشتر این مطالبی که من عرض می کنم از کتاب ایران در جنگ جهانی بزرگ که مورخ الدوله سپهر اون نوشته و یک کتاب دیگه هم هست. این مورخ الدوله سپهر منشی سفارت آلمان بوده در اون زمان و مترجم اون کاردار سفارت آلمان بوده. هر جا که می رفته سفیر آلمان این آقای مورخ الدوله سپهر به عنوان مترجم همراهش بوده و یک شخص دیگه هم بوده، کتابی نوشته به اسم دیده ها و شنیده ها، اسمش هست ابوالقاسم کهالزاده. این هم منشی سفارت آلمان بوده در اون زمان. این دوتا کتاب خیلی ارزشمند هست و من بسیار از این دوتا کتاب استفاده کردم و دوستان توصیه میکنم که این دو کتاب بخونید. اگرچه در مورد مورخ الدوله سپهر یک صحبت هایی هم شده که آقای شخص در همون زمانی که کارمند سفارت آلمان و مترجم بوده شاید یک ارتباط هایی هم با انگلستان داشته، حالا اونها بمونه برای جای دیگه، ولی این اخباری که این آقای مورخ الدوله سپهر نوشته همشون خودش شاهد بوده. در این زمان اون آقای یک شخصی بوده به اسم واسموس. این میتونید دوستان در اینترنت شرح حالش بخونید. این جاسوس بسیار ماهری بوده و این در جنوب ایران در بین عشایر مرتب فعالیت میکرده و حتی جایزه بسیار ارزنده دولت انگلیس برای دستگیری او یا کشتن او تعیین کرده بوده و این جایزه را عشایر ایران میدونستند. عشایر بختیاری و قشقایی میدونستند که اگر این واسبوس بگیرند و تحویل انگلیس بدهند اون جایزه بزرگ میگیرند، ولی با اینکه واسموس آزادانه در اون زمان در بین عشایر رفت و آمد میکرده، این عشایر وطن پرست ایرانی که در اون زمان اونها هم از این جو سیاسی طرفداری آلمان بری نمونده بودند و این جو اونها هم سرایت کرده بود، مرتب احترام این واسموس نگه می داشتند. واسموس با خیال راحت شبها در خانه این حالا افراد رؤسا یا پایین‌تر از رؤسا میخوابید و کارش نداشتن، ولی بالاخره با نیرنگ هایی که انگلستان درست کرد بالاخره این واسموس در بهبهان و اونجا مثلی که دستگیرش کردن. در این زمان مصطفی الممالک که طرفدار واسموس بود به علت اعتراض به اقدامات
مامورین انگلیسی که چرا دخالت کردید و این آقا را توقیف کردید، در 19 اسفند 1293، 10 مارس 1915 و 23 ربیع الثانی 1333 استعفا داد. بعد از استعفای او یه خیانتکاری که عرض کردم، مشیر دوله انگلیسی، سر کار اومد و اونم زیاد نتونست بمونه، یعنی در اون جوی که طرفداری از آلمان بود، اونم به زودی استعفا داد. عین الدوله آمد. عین الدوله دوستان میدونید که در زمان هنوز اوائل مشروطیت، در اون مبارزاتی که مشروط خواهان میکردند علیه مظفرالدین شاه، علیه محمد علی شاه مخصوصا، این عین الدوله طرفدار اونها بود، مخالف بود، ولی بعدا انگلیسی شد و در اسناد وزارت خارجه انگلیس از این عین الدوله به عنوان مردی درنده خو ذکر شده. یعنی چندین جا که میخواستن بیاین و مردم ایران بکشن، سر از بین ببرن و مخالفین انگلستان نابود کنن، پیشنهاد شده این آقای عین الدوله بیارن سر کار که درنده خوست و میتونه مرتب بکشه. حالا کار نداریم، ولی اون عین الدوله هم نتونست دوام بیاره در اون جب، اونم استعفا داد. باز نهایتا مستوفی الممالک آمد سر کار. در این تا این زمان، تا اوائل فروردین 1294، یعنی 26 فروردین 1294، 16 آوریل 1915، اول جمادی الثانی 1333، ایران فقط کاردار سفارت آلمان خدمت میکرد، برای که سفیر آلمان که یکی از شاهزادگان آلمانی بود، در اون وقت آلمان هم پادشاهی بود، سیستم پادشاهی، اون رفته بوده مرخصی. بعد که برمیگرده یک واقعه عظیم در ایران رخ میده. اون واقعه اینه که تا اون زمان استقبالی که از این آقای سفیر آلمان کردند بی سابقه بوده، یعنی به طوری که شرح میدند تمام مردم تهران مثل که آمده بودند و در خیابانها و جشن گرفته بودند و حتی بچه های مدرسه آلمانی در طول، براتون خوندم دوستان گرامی، که از کتاب ابوالقاسم کهالزاده صفحات 68-69 هفته گذشته خوندم، که میگه برای اون استقبال از دروازه حضرت عبدالعظیم تا مرکز شهر تهران در دوسوی خیابان چراغبرق، امیرکبیر، توپخانه، خیابان علاءالدوله، قوای نظامی و ژاندارم و پلیس به فاصله های نزدیک ایستاده بودند، از دروازه تا سفارت آلمان، و احترامات لازم را به جای می آوردند و مردم تهران از مرد و زن و پیر و جوان در دوسوی این رهگذر با فریادهای زنده باد از سفرای آلمان و دول متحد مرکزی استقبال شایان میکردند. مثل که دو تا سفیر آمده بود، اتریش هم بوده و دست خیلی شر زیاد داره، من وقتتون نمیگیرم زیاد، و مردم مرتب فریاد می زدند پاینده باد اعلی حضرت ویلهلم امپراتور اسلام پناه، و فریاد می زدند خدا مجازات دهد انگلستان را، و این شعاری بود که آلمان ها بر روی کلاهخودهای خودشون نوشته بودند. خب اینها وضع ایران بود، و
در شهرستان ها هم دوستان گرامی انگلستان وضع خیلی ناجوری داشت. شعب بانک شاهی مرتب در هم اغلب جاها مورد سرقت قرار می گرفت، رؤسای بانک جانشون در خطر بود. در همین زمان رئیس بانک روس، بانک روسی در ایران در اصفهان کشته شد، به جان سفیر کنسول انگلستان در اصفهان و در شیراز سوء قصد شد. خیلی مطالب هست که همه به نفع انگلستان هست، اما در اینجا وقتی که این آقای مصطفی الممالک برای دفعه دوم نخست وزیر شد، آمد وزیر وزارت داخله خودش به عهده گرفت. یعنی سفارای روس و انگلیس فشار بردند که وزارت داخله ره، که همون وزارت کشور باشه، بده به فرمان فرما. اما در اون شرایط مصطفی الممالک جرأت نکرد این کار بکنه. بهشون قول داد، گفت که ببینید الان وضع سیاسی مناسب نیست، اجازه بدید من وزارت داخله ره خودم به عهده بگیرم. و بعد از یک مدتی یه خورده جذب از این شدتی که به نفع آلمان داره فروکش کرد، اون وقت فرمان فرمان میذارم وزارت کشور. البته این قولی بود که به سفرای انگلستان و روسیه داد، اما خودش قلبا موافق با این گذاشتن فرمان فرما نبود. ولی در هر صورت این آقا وزیر خارجش، فراموش کردم عرض کنم، وزیر خارجه این مصطفی الممالک در این زمان محتشم السلطنه بوده که از رجال مشهور هست و چندین بار رئیس مجلس شورای ملی بوده، میرزا حسن محتشم السلطنه. این محتشم السلطنه پسری داشته به اسم عباس قلی خان یا عباس خان. این عباس خان در فرانسه از اون سنسیر میگن فارغ التحصیل شده بوده و در ارتش فرانسه شرکت کرده بوده، به اسارت سپاه آلمان در اومده بوده. حالا باباش شده بوده وزیر خارجه ایران. در اینجا آقای محتشم السلطنه هم با تمام قدرت دلش میخواسته کاری بکنه که آلمانی ها ازش راضی باشند و پسرش آزاد بشه. این پسرش عباس خان اسفندیاری، به طور معترضه عرض کنم، این شخص شوهر اول مریم فرمان فرمایان هست. چون همطور صحبت می کنم چیزا یادم میاد و به طور معترضه عرض می کنم، این شوهر مریم فرمان فرمایان است که تا وقتی که باباش زنده بود به دستور بابا شد زن تا بابای عباس خان زده بود، این عباس خان رفت اون فرمان فرما رو گرفت، ولی بعد طلاقش داد و اون رفت شد زن کیانوری و خود مریم هم شد رئیس سازمان زنان حزب توده و دیگه اون داستانش میدونید. این مریم فرمان فرما از این آقای عباس خان دو تا دختر داشت، یکی افسانه یکی افسر، ولی مثل این که از کیانوری بچه نداشت. خب حالا این آقای محتشم السلطنه و عباس خان اسفندیاری که بعداً به ایران آمد و در ارتش ایران به خدمت پرداخت و به تا سرتیپی هم ترقی کرد، حالا میخواستند قرارداد
قراردادی با آلمان ببندند و ایران رسما وارد جنگ بشه به نفع آلمان. خب برای این کار باید اقداماتی انجام بدن. برای این اقدامات ناگهانی دولت ایران پولدار شد و بعدن معلوم شد که این پولها از سفارت آلمان آمده. یک باز کتابی هست دوستان گرامی به اسم رهبران مشروطه، ابراهیم صفایی نوشته. دو تا دوره اول داره، دوره دوم. در دوره دوم در مورد این قرارداد محرمانه‌ای که دولت ایران با دولت آلمان منعقد کرده مطالب جالبی هست، برای خاطری که این آقای ابراهیم صفایی به اون سند، به اون اسناد محرمانه دسترسی پیدا کرده بود و اینها رو در این کتاب شرح داده. تا اون زمانی که این قرارداد هنوز بسته نشده بود، دولت ایران مرتب از دولت‌های انگلستان و روس درخواست پول می‌کرده، چون در اون زمان دولت ایران هیچ درآمدی نداشته جز همین که کمک بگیره. ناگهانی دولت انگلستان و دولت روس متوجه میشن که دیگه آقای مصطفی و ممالک مثل سابق نمیایه التماس بکنه، متوجه میشن که این قرارداد بسته شده، مخصوصا این که به طوری که خدمتون همین چند لحظه پیش عرض کردم اون مترجم سفارت آلمان آقای مورخ الدوله سپهر بود، به احتمال زیاد از این قرارداد به اونها اطلاع داده بود. تا اونجایی که اسناد نشون میده دولت آلمان خیال ایران راحت کرده بوده که اگر بیایی طرف ما، ما پول مرتب ماهیانه بهت میدیم و اسلحه کافی هم در اختیارت میگذاریم و مرتب پولهایی داده بودند و خیال آقای مصطفی الممالک راحت شده بود. خب حالا آقای مصطفی الممالک قرارداد محرمانه رو با آلمان بسته بود، ولی احمد شاه میخواست که قرارداد امضا کنه. دوستان عرض کردم چند بار خدمتتون که طبق قانون اساسی وقتی که دولت، یه دولتی قرارداد میبنده با خارج، لزومی نداره که پادشاه امضا بکنه، برای خاطر اینکه باید دولت قرارداد ببنده بعد به عرض مجلس شورای ملی و اگر مجلس سنا هم هست برسونه و بعد از تصویب مجلس هست که شاه باید توشیح بکنه. اما در اینجا و حتی در اون زمان قرارداد 1919 علاقه داشتن که احمد شاه امضا بکنه، ولی اونم امضاش نکرد، ولی پول گرفت علنن و رسمن با چندین بار موافقت خودش اعلام کرد. غیر از ماهی 15,000 تومان که می گرفت رشوه، یک سفر نامحدود برای عیاشی به جنوب فرانسه بهش انگلستان داد و مبلغ خیلی کلانی هم پول نقد بهش داد و خیلی
و سند تحت الحمایگی بهش داد که اگر یه روزی اوضاع عوض شد این آقا بتونه در مستملکات انگلستان بره پناهنده بشه. حالا اون کار نداریم، در این زمان میاییم. در این زمان دولت آلمان به احمد گفت که به آقای اسفندیاری و به آقای مصوفی ممالی گفت اگر احمد شاه امضا بکنه با اینکه لزومی نداره این قرارداد بهتر معتبرتر به حساب میاد. رفتن پیش احمد شاه گفتن که این قرارداد امضا کن. احمد شاه هم از اون جب علاقه به آلمان دور نمانده بود و به شدت طرفدار آلمان بود. اما احمد شاه چند خصوصیت ویژه داشته که این خصوصیات ویژه تا سرحد دیوانگی بوده. یعنی یکی از خصوصیاتش پول دوستی بوده و میگن که مثلا اگر چند دو تا کارتون پر از اسکناس دو تا زیر بغلش بوده در یه جایی داشته میرفته و میدیده یک سکه مثلا ده شاهی روی زمین افتاده خم میشده با دهنش رو سکه رو برداره خیلی. و این پول دوستیش در اسناد وزارت خارجه انگلستان در چند جا ذکر شده که میگه احمد شاه پول را در جهان از هر چیزی بیشتر دوست دارد. این یکی از خصوصیاتش بوده. خصوصیت دومشی بوده که وسواس داشته دوستان. وسواس میدونید که افرادی دارن از میکروب میترسن و سعی میکنن میکروب وارد بدنشون نشه و این احمد شاه فوق‌العاده از میکروب میترسیده. همیشه دستکش به دستش بوده وقتی که مثلا میخواسته با خارجی ها دست بده یا با اونها بوده و هیچ وقت بدون دستکش مثلا نامه رو امضا نمی کرده و قهوه یا هر چی براش می آوردند یک غلام سیاه پوست داشته که باید اول می خورده جلوی احمد شاه از اون می خورده و بعد احمد شاه می خورده. سوم خصوصیتش ترس بوده، حتی فوق‌العاده می ترسیده. یعنی میگن اگر که میشنیده که یکی از دشمنهاش در ساحل خلیج فارس پیاده شده و داره میاد که اونو بکشه، احمد شاه از مرز شمال در میرفته. و همین ترس او بود که بالاخره رضا شاه بزرگ ازش استفاده کرد. حالا میرسیم به اینجا، رفتن پیش احمد شاه و گفتن که آقا اینه امضا کن. گفت که من علاقه دارم و اجازه هم دادم به دولت که کار بکنه، دولت با اجازه من این قرار داده امضا کرده، ولی من اول منتظرم پادشاه آلمان امضا بکنه که از اون احمد شاه به اسم قیصر ذکر کرده، اول منتظرم قیصر امضا کنه و بعد از ایشون امضا میکنم. و بالاخره امضا نکرد و این ترسش بیشتر از این بود که سربازان روس در قزوین بودند بیایند تهران و آقای احمدشاه به جرم این که قرارداد اعلان جنگ به نفع آلمان بسته اعدامش کنن، بکشنش. از این جهت مرتب میگم میترسن. در این زمان ژاندارم های ایران زیر نظر فرماندهان سوئدی بودند. فرماندهان سوئدی هم طرفدار آلمان شده بودند. یعنی ژاندارمری ایران، رؤسا و خود افراد عادی یک پارچه طرفدار آلمان بودند. اومدن فکر کردند در اون زمان که آقا ما ژاندارمری رو بیاریم تهران. آمدن در حدود 2500 یا در هر حال بیشتر از 2000 نفر از ژاندارم ها از نقاط مختلف آوردنشون تهران.
و خب باید یه بهانه داشته باشن که ژاندارم‌ها رو بیارن تهران. بهانه ای پیدا کردن ای بود که ژاندارم‌ها دو ماه حقوقشون نگرفتن، حقوقشون عقب افتاده، میان تهران حقوقشون رو بگیرن. به اسم اینکه حقوق عقب افتاده، این 2000 ژاندارم آمدن تهران. بعد کسانی که احتمال داشت مخالف آلمان باشند قزاق‌ها بودند. قزاق‌ها میدونید دوستان که افسران روسی اونها رو اداره میکردند و قاعدتا باید طرفدار آلمان باشند، اما در اینجا اون افسران باید طرفدار انگلستان باشد. اشتباه گفتم، مثل این که این قزاق‌ها افسرانشون طرفدار روس و انگلیس بودند، ولی افراد عادی عده زیادیشون اونها هم جذب آلمان دوستی بهشون سرایت کرده بوده و می گفتند تا حالا ما درست طرفدار روس بودیم ولی دشمن انگلیس بودیم، چون انگلیس و روس در آلمان همیشه رقیب بودند. قزاق‌ها طرفدار روس بودند و دشمن انگلیس. حالا انگلیس و روس متحد شده بودند علیه آلمان. این قزاق‌ها میگفتند که آقا دوست دشمن ما دشمن ماست، یعنی دشمن ما انگلیسه. حالا روسیه که دوست رفته با انگلیس دوست شده، پس دوست دشمن ما شده، حالا هم روسیه با ما دشمنه. ولی یه عده عکسش میگفتن انگلستان که دشمن ما بوده حالا شده طرفدار روسیه، پس این دشمن ما اومده با دوست ما دوست شده، پس دوست ما. ولی به هر جهت این افسران و افراد عادی قزاق در این زمان قابل اعتماد از نظر فرماندهانشون نبودن. حالا آوردن 2000 خورده ای ژاندارم به تهران و رفتن به احمدشاه گفتن آقا ببین تمام قزاق‌هایی که روسیه در قزوین داره 2000 نفرند، حد اکثر 2000 نفرند، و ما الان بیش از اونها ژاندارم آوردیم تهران. یک دفعه دیگه من عرض کردم دوستان یک مطلب ثابت شده و همگان هم قبول دارن، او اینه که اگر یک فردی وطن پرست باشه و از وطن خودش دفاع بکنه در مقابل افراد خارجی که به وطن او حمله کردند، میتونه جلوی 10 نفر مهاجم بگیره، چون اون مهاجمین از وطن خودشون دفاع نمی کنن، دارن میرن وطن یه نفر دیگه رو بگیرن. ولی اون وطن پرستی که شروع میکنه به دفاع، یک نیروی این وطن پرستی در بدن او، در وجود او تولید میکنه که برابر 10 نفر حداقل مهاجم است. و در این زمان مردم تهران یک پارچه شده بودند طرفدار آلمان و هر کس تو خونه یک تفنگ کهنه هم داشته بیرون آورده بود یا سلاح دیگری هم داشت خارج کرده بود از تو پستو، آمده بود مجاهدین تشکیل داده بودند در تهران، یک سپاه مجاهدین تشکیل شده بود و آلمان اونها را اداره میکرد، اونها هم آماده دفاع بودند. حالا شما حساب کنید اگر این 2000 نفر سرباز روس از قزوین می آمدن تهران چه به سرشون می آمد؟ اما مردم عادی که این چیزها رو نمی فهمیدن. احمدشاه هم درسته بهش می گفتن ولی باز تو گوشش نمی رفت، باز می گفت اگر که روس ها سپاه از قزوین بیا از قفقاز بیارن چه کار بکنیم.
میگفتن آقا نمیتونه، اون در قفقاز سپاهیانش در حال جنگ هستن با آلمان، نداره کسی بفرسته. ولی خب روسیه و انگلیس شایع کرده بودن که امکان داره روس ها از قفقاز سرباز بیارن. خب حالا در این زمان چه کار باید آقای مصطفی الممالک میکرد؟ در این زمان آمد راه حلی اندیشید با مشورت سفیران آلمان و اتریش. اون مشورتی بود که اگر ما بیاییم پایتخت به اصفهان منتقل کنیم، احمد شاه را هم ببریم اصفهان، اصفهان از قزوین که سپاهیان روس هستند خیلی دوره، در اونجا عشایر بختیاری و اگر خواست باشیم پایتخت به شیراز هم منتقل کنیم، عشایر قشقایی و اینها میتونن حفظ بکنن، مخصوصا این که عشایر بختیاری و قشقایی هم در اون زمان طرفدار آلمان شده بودن اکثریتشون، اون نایب مریم و اینها رو حتما داستاناش میدونید دوستان گرامی. خب ولی حالا باید احمد شاه حاضر کرد بره به اصفهان، به چه کارش کنن؟ آمدند از یک حرکتی که روسیه کرد مصطفی الممالک استفاده نمود. روس ها اعلان کردند که آقا اگر ما شنیدیم قرارداد دولت ایران میخواه ببنده یا بسته با آلمان، اگر که دولت ایران فلان کار نکنه ما حمله میکنیم به تهران، و حتی گویا یک تعداد ایران فرستاده بودن تا کرچ. دولت مصطفی الممالک استفاده کرد رفیش احمد شاه که آقا سربازان روسی میخوان بیاین به تهران، خب ما فوراً باید بریم اصفهان. احمد شاه هم از خدا خواست، گفت من حاضرم پایتخت بره اصفهان. در این زمان سفارتخونه های آلمان و اتریش هم پرچم آلمان و اتریش از بالا سفارتخونه آوردن پایین و پرچم کشورهای بیطرف بالای سفارتخونه نصب کردند که ما که این سفارتخونه تحت حمایت فلان دولت بیطرف است. از اول محرم هزار از اول اجازه بدید دوستان گرامی عرض بکنم خدمتتون، اول محرم 1334 از اول محرم 1334 شروع کرد آقای مصطفی الممالک به انجام مقدمات برای انتقال پایتخت. از اول محرم مرتب وزرا خواست و محرمانه بهشون گفت که پرونده ها رو بردارید و تشریف ببرید به برید فعلا قم تا بعدش بریم اونجا. پس حالا من از کتاب حیات یحیی جلد 3 میخونم، میگه اول محرم که قشن روس از قزوین به جانب تهران حرکت کرد، آثار اضطراب در مردم هویدا گشت. نمایندگان عثمانی و آلمان و اتریش سفارتخانه های خود را خالی کرده، بیرق دولت های بیطرف را بر سر امارت های سفارتخانه های خود نصب کردند و با یک قرارداد سری که با شاه و مصطفی الممالک دادند و دیگری خبردار نبود، مصمم شدند تهران را ترک کرده به شهر دیگری بروند.
و دولت هم پایتخت خود را به اصفهان تبدیل نماید. آقای ملک و شعرا بهار در کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی جلد 1 صفحه 17 می نویسه: در این زمان مصوفی الممالک رئیس الوزراء تصمیم گرفت که شاه را از پایتخت حرکت داده و به اصفهان ببرد. پس از اول محرم 1334 که مطابق بود با 9 نوامبر 1915 مطابق با 16 آبان 1294 شروع کردند به اینکه وزرا پرونده های اصلیشون بردارند و خود برن فعلا قم. باز در حیات یحیی در کتاب حیات یحیی صفحه 293 میخونیم که مصوفی الممالک میدانست اگر قشون روس وارد تهران شود با اشخاص وطن پرست به عنوان جلوگیری از تحریکات آلمان تعرض خواهد کرد و شاید واقعه خونین تبریز در تهران تجدید گردد و به کلی رشته امور منفصل شود. این بود که روز اول محرم محرمانه جمعی را واداشت از تهران خارج شده در قم اقامت کنند. آنجا به عنوان دفاع ملی قوه جمع‌آوری نمایند. میرزا سلیمان خان میکده معاون وزارت داخله که بستگی تام به مصوفی الممالک دارد و اداره ژاندارمری هم به او سپرده شده است و به علاوه با آلمان ها روابط سری دارد از اشخاصی بود که حرکت کرد. پس از اول محرم معاون وزارت داخله، در این حال یادتون باشه که وزیر داخله هم نداشتیم ها، تو خودش آقای مصوفی الممالک به عهده گرفته بود و این میرزا سلیمان خان که معاون وزارت داخله بود در حقیقت وزیر داخله بود. ابراهیم صفایی هم تایید کرده است که مصوفی الممالک از اول محرم دستجات مختلف آزادی خواهان را وادار کرد که به قم مهاجرت کنند. این ابراهیم صفایی هم در رهبران مشروطه 172 نوشته. و باز یک لحظه اجازه بدید من ببینم که کی دار تلفن میکنه. خب حالا هر کس هست. دوستان عزیز، من عرض کردم خدمتتون که در رهبران مشروطه از صفحه 169 تا 171 در مورد این قرارداد بسیار محرمانه آلمان با ایران مطلب نوشته شده. در این کتاب ذکر شده که پایان این مذاکرات پنهانی بین ایران و آلمان منظوره منجر به قرائعقد یک قرارداد 12 ماده‌ای گردید. در این قرارداد آلمان ماهی 500,000 تومان کمک به بودجه ایران را تعهد کرد و قرار بود برای کمک‌های بیشتر اقتصادی و استقراضی یک بانک آلمانی در تهران افتتاح شود و راه آهن خانقین به تهران وصل گردد و تعرفه گمرکی را به سود ایران تغییر دهند و در مدت 1 ماه لااقل 100,000 تفنگ در اختیار دولت ایران بگذارند و دولت ایران هم متعهد شد که 100,000 نفر افراد تهیه کند که زیر نظر افسران آلمانی فنون جنگی را فرا گیرند و در کنار عثمانی و آلمان وارد جنگ شوند. این قرارداد اگه خواستید دوستان و منبع اصلیش هم خواستید به اون کتاب ایران در جنگ به کتاب
رهبران مشروطه آقای ابراهیم صفایی مراجعه کنید. باز همونطوری که عرض کردن ایران ناگهان پولدار شد و دیگه احتیاجی به آلمان و روسیه نداشت. به هر جهت در از اول محرم رجال و وزرای کشور و عده ای از وکلا فوراً حرکت کردند به طرف قم. حالا ببینید آقای و اگر خواستید مطالبی در این مورد در همه ایران در جنگ بزرگ یادداشت‌های بسیاری از این مهاجرین هست که مثلا وحید الملک شیبانی نماینده مجلس شورای ملی رفته تو یادداشت‌هاش نوشته روز دوم محرم مطابق نوامبر 1915 این جانب به اتفاق آقای سید محمد رضا مساوات و میرزا محمد خان کلوب و سید عبدالرحیم خلخالی و سید جلیل اردبیلی محرمانه به طرف قم حرکت کردیم. بعد از قول حاج میرزا حیات دولت آبادی میگه که بعد از ظهر روز اول محرم از طرف رئیس الوزراء و به طور خصوصی به نمایه به نگارنده یعنی همین میرزا یحیی پیغام رسید که تکلیف خود را بعد از رسیدن آن پیغام دانستم و بیدرنگ به تکلیف خود را دانستم که باید بیدرنگ از تهران حرکت نمایم. این بود که بدون هیچ گونه تهیه حتی کتاب‌ها و نوشتجاتم روی میز تحریر خود را جمع نکرده بودم مهیا حرکت شدم و روز دوم محرم با اهل و عیال از تهران خارج شده به جانب قم روانه گشتم. به همین ترتیب یادداشت‌های میرزا حسین خان ادیب الملک سمیعی هست که در کتاب دیده ها و شنیده ها هست و نوشته های دیگران هست که چجوری از اول محرم تا هفتم محرم مرتب رجال و نمایندگان مجلس و هر کس سرش به کلاهی میارزید از تهران حرکت کردند و رفتند به طرف قم. در تمام این مدت یعنی از اول محرم تا هفت محرم مسلماً ایادی روس و انگلیس در جریان بودند. یعنی ایادی انگلیس میگن آقا روس و انگلیس خبر نداشتند که از اول محرم تا هفت محرم مرتب رجال دارن میرن قم، ولی همچی چیزی محاله. ایادی و جاسوسان انگلیس و روس از همون روز اول محرم خبر داده بودند و ولی برای این که تمام نیروها و رجالی که ظاهرن یا واقعا طرفدار آلمان و عثمانی بودند همگی باور کنند که شاه و وزرا و همه روز هفتم محرم قرار هست از تهران حرکت کنند، ساکت مونده بودند، هیچی نمی گفتند که آقا ما نمی خواهیم حمله نمی تونیم حمله بکنیم و همه فکر میکردن که بله یعنی داره شاه میره. به هر جهت از صبح روز هفت محرم خوب گوش کنید دوستان، این مسئله مهمه. کالسکه شاه را حاضر و آماده مسافرت کرده بودند و در جلوی کاخ سلطنتی همون کاخ گلستان گذاشته بودند در اونجا. حالا برای که بدونید که این مسئله چجوری انجام شده بود باز هم اجازه بدید من از کتاب ایران در جنگ بزرگ صفحه 293 بخونم یه مطلبی ره. میگه روز هفتم محرم الحرام 1334 قمری هجری تو پرانتز فصل پاییز
عقرب 1294، عقرب میدونید یعنی آبان، ماه آبان، عقرب 1294 شمسی هجری از دفتر مجلس شورای ملی اطلاع دادند که فوراً جلسه فوق‌العاده مجلس تشکیل شود. در این موقع جلسه فوق‌العاده به طور خصوصی تشکیل گردید و پیغام اعلی حضرت سلطان احمدشاه قاجار به مجلس شورای ملی داده شد که شاه و دولت تهران را ترک می کنند و به واسطه حرکت قشن روس از قزوین به طرف تهران پایتخت را موقتاً به اصفهان انتقال می دهند و نمایندگان هم به طرف اصفهان حرکت نمایند. دوستان گوش دادید؟ من یعنی کسی که این مطالب گفته، عزالملک اردلان نماینده مجلس، میگه من فوراً به دربار رفتم تا از نزدیک اطلاعاتی به دست بیاورم. کالسکه شاه را در بندرون دیدم که به چهار اسب بسته شده و آماده حرکت است. سردار معظم خراسانی نماینده مجلس، که من خودم اضافه کنم که سردار معظم خراسانی نماینده مجلس همون تیمورتاشه که بعد شد وزیر دربار رضا شاه، خب سردار معظم خراسانی نماینده مجلس را مشاهده کردم که سوار اسب ترکمنی پشت کالسکه منتظر رفتن است. یعنی آقای تیمورتاش تا شب شده بود کالسکه چیه؟ احمد شاه، اونم با لباس سفر پشت کالسکه نشسته بود. خب حالا باز ادامه میدم از گفتار همون آقای اردلان. میگه به داخل کاخ گلستان رفتم، شاه در امارت بریلیان و هیئت دولت در قصر ابیز بودند. با تحقیق از چند نفر اطلاع حاصل کردم که شاه در شرف حرکت است. کلونل ادوال سوئدی رئیس ژاندارم در حیات گلستان ایستاده و منتظر حرکت شاه بود و به شاه گزارش میداد. آقای کلونل ادوال داشت به شاه گزارش میداد که روزها قریبا وارد تهران می شوند و بعد از ورود قشون روس حرکت مقدور نخواهد بود و هرچه زودتر باید از تهران برویم. دولت، یعنی دولت مصطفی الممالک، ساعد و دوله سردار برادر سپه سالار را به حکومت تهران منصوب کردند و قصر سلطنتی و خزانه مملو از جواهر را هم به او سپرده و عازم حرکت بودند. خب دوستان عزیز، باز اجازه بدید یه خورده این مطلبی که عرض کردم از کتاب ایران در جنگ خدمتون عرض کردم، صفحه 293، ولی خودم به طور معترضه عرض کنم که این سردار معظم خراسانی یکی از پادوهای فرمانفرما بود در اون زمان و این در سفر و حضر همیشه همراه فرمانفرما بود و به موجب اسناد وزارت خارجه انگلیس یکی از نوکران گوش به فرمان سفارت انگلیس بوده و ما مرتب در اخباری که در همون زمان بود میبینیم که این شخص جاسوس انگلیس و نوکر انگلیس بوده. حالا دوستان عزیز شما حساب کنید، سفارتخونه های عثمانی و آلمان و اتریش سفارتخونه ها رو خالی کردن، پرچم کشورهای بیطرف گذاشتن بالاشون، خودشون هم یا رفتن به طرف قم یا در حال حرکت به طرف قم بودن.
کالسکه احمد شاه جلوی دربار آماده مسافرت بوده و هر کس از رجال هم وارد کاخ گلستان می شده با عجله در می آمده و می گفته احمد شاه الان یا یک دقیقه دیگه می آید تو کالسکه و میره. در اون زمان باز اجازه بدید از کتاب ایران در جنگ بزرگ براتون بخونم. میگه خیابان‌های تهران پر از جمعیت بود و در خط سیر شاه به طرف دروازه حضرت عبدالعظیم پلیس دو طرف خیابان ایستاده و تمام مردم در حال اضطراب و تأثر و منتظر وقایع ناگواری بودند. به حضرت عبدالعظیم که رسیدیم عده ژاندارم دیده شد، همینطور در راه قم دست دسته ژاندارم دیده می شد که به حال آماده باش بودند. باز اجازه بدید من نمونه هایی از مهاجرت طبق اسناد براتو بخونم. از کتاب دیده ها و شنیده های ابوالقاسم کهالزاده. شب قبل تا صبح میگه دیشب همه شب جمعیت انبوه از آقایان علما و نمایندگان مجلس شورای ملی و رجال و امرا و تجار که با روس ها سابقه خوب نداشتند به وسائل مختلف از تهران خارج شدند. گوشتادی دوستان، شب تا صبح شب هفتم محرم که میخواست شاه روز هفتم خارج بشه، ساعت شش و نیم صبح من در از حیات یحیی ذکر میکنم، میگه ساعت شش و نیم صبح سواره از دروازه یوسف آباد به شهر وارد شدیم و از وسط آن گذشتیم به طرف خیابان برق و حضرت عبدالعظیم حرکت کردیم. با وجود این که هنوز آفتاب بالا نیامده بود ولی مردم پیاده و سواره بر اسب و قاطر و درشکه به سوی حضرت عبدالعظیم در حرکت بودند و حتی عده‌ای سوار بر شتر می رفتند. چند عدد کجاوه و پالکین که حامل زنان بودند نیز دیده می شدند. آثار ترس و وحشت فوق‌العاده در چهره فراریان هویدا بود. گرد و خاک و غباری انبوه سراسر خیابان‌های جنوب را فرا گرفته بود، چون اون وقت خاکی بود خیابان‌ها، و هر کس منتهای کوشش را داشت که زودتر از شهر خارج شود و خود را از جهنم سوزان پایتخت که به زودی به دست سالدادهای روس سقوط می خواهد کرد برهاند. ساعت هشت صبح از ابوالقاسم کهالزاده از دیده ها و شنیده ها میگه من با همراهانم از نزدیکی سفارت آلمان در منطقه فیشرآباد از روی خندق و از توی خندق عبور کرده و از دور شهر به دروازه عبدالعظیم رفتیم و در آنجا یک قطار دور و درازی از ژاندارم و مهاجمین همه نوع با اسب و با وسایل درشکه شخصی و کالسکه پستی و حتی درشکه کرایه به طرف جنوب از شهر خارج می شدند و بدون استثناء هر کس دوست روس ها نبود مهاجرت می کرد. در میان آنها سفیر کبیر عثمانی و وزیر مختار اتریش هم دیده می شدند. دوستان عزیز، باز از همون کتاب میگه صبح روز دوشنبه تا ساعت هشت تمام خیابان ها
و باغات حضرت عبدالعظیم و صحن امامزاده ها و اتاقهای مقابر و اطراف صحن از جمعیت مالامال بود. بعد از ساعت 8 تا ظهر از همان کتاب سفرای اتریش و عثمانی به اتفاق اعضای سفارتخانه ها در باغات توقف کردند و در انتظار خبر و حرکت شاه بودند. آقای پرنس رویس سفیر آلمان همو شاهزاده و همراهان پس از اندک توقف و صدور دستورهای لازم به طرف قم رفتند، یعنی از حضرت عبدالعظیم رفتند به طرف قم. روز هفتم محرم 1334 یکی از روزهای بزرگ تاریخ ایران شد. این من از حیات یحیی میخونم. اساسیه سلطنتی برای نقل و تحویل دادن پایتخت جمع‌آوری شد. از طرف شاه به دربار لندن و به پتروگراد تلگراف شد که چون بدون ملاحظه و بدون هیچ جهت قشن روس به طرف تهران می آید، من لازم دانستم پایتخت خود را تغییر دهم. اینا را احمد شاه تلگراف کرده. من بعد هر اتفاقی بیفتد دولت ایران مسئول نخواهد بود. سفرای آلمان و اتریش و عثمانی از تهران خارج شدند. جمع کثیری از رجال دولت و ملت تا آنجا که توانستند و وسائل حمل و نقل فراهم بود تهران را ترک نمودند. انقلاب شدید در شهر هویدا گشت. هدایه ژاندارمری هم به طرف قم روان شد. ژاندارم و پلیس از دم ارگ همایون یعنی کاخ سلطنتی تا به دروازه حضرت عبدالعظیم صف کشیدند. خب شاه باید بره. کالسکه سواری شاه را حاضر کردند. وسیله تلگراف به بلاد ایران خبر داده شد که شاه پایتخت خود را عوض می نماید. انقلاب به تمام مملکت سرایت کرد. خلق در تلگراف خانه ها جمع شدند و با نهایت بی اختیاری انتظار خبر از مرکز را می کشیدند. حیات یحیی جلد 3 صفحه 294 بود. باز از تاریخ مختصر احزاب سیاسی نوشته ملک الشعرا بهار نوشته: ماندیم ظهر شد. نایب رئیس ها از هیئت وزرا بازگشته بودند. نمایندگانی که آنجا ولو بودیم، چون ملک الشعرا نماینده مجلس شورای ملی بوده، برای کسب خبر تازه به حالت ازدحام آنها را پیشتاز کردیم. رئیس مجلس مؤتمن الملک گفته بودند که شاه حرکت خواهند کرد. نمایندگان نیز تصمیم گرفته تکلیف خود را به عمل می آورند. آیا تکلیف قانونی که شاه و هیئت دولت ایشان حاضر حرکت هست ببخشید، آن هم یک حرکت سیاسی چه خواهد بود؟ بدیهی است که در مجلس رأی داده شد وکلا نیز به قم بروند. چنین بود حقیقت و مقدمات یک تصمیمی و با این مقدمات بود که از دروازه تهران تا دروازه قم مهاجر و باروبند و ژاندارم و احمال و اسقال و ذخایر و مهمات و قورخانه و اسب و درشکه و گاری و الاغ حتی پیادگان بینوا به شکل بازارچه پرازدهامی در آمده بود. بله دوستان عزیز، از روز اول محرم تا پایان روز ششم محرم ده ها نفر از رجال و متنفذین سیاسی
که واقعا و یا ظاهرا با دولت انگلیس و دولت روس میانه خوبی نداشتند از تهران به سوی قم حرکت کردند. یه از اول محرم تا ششم، ولی در روز هفتم با تبلیغات ناگهانی که توسط عمال روس و انگلیس به عمل آمد، علاوه بر صدها نفر از رجال و مخالفین فعال و با نفوذ انگلیس، هزاران نفر از اهالی تهران که نه سر پیاز بودند و نه ته چغندر، اما مثلا در آخرین هفته ها یا روزهای قبل به اقتضای جو سیاسی حاکم بر ایران کم و بیش فعالیت هایی به نفع آلمان و عثمانی ابراز داشته بودند، یا در بعضی از محافل و مجالس سخنانی در این زمینه بر زمان آورده بودند، از ترس این که مبادا سربازان روسی پس از ورود به تهران از آن فعالیت ها یا سخنان مطلع شده باشند و آنها را مجازات نمایند، اونها همه به طرف از تهران فرار کردند. و ما از خاطرات و گزارش های متعدد میبینیم که در اون زمان جاده تهران به شاه عبدالعظیم به صورت بازار یک طرفه‌ای مملو از جمعیت بود و در جاده شاه عبدالعظیم به قم نیز به میزان یک خورده کمتر، ولی فعالیت مردم بلا انقطاع ادامه داشت. چون زنان و بچه ها معمولا در فعالیت های سیاسی آن زمان دخالت چندانی نداشتند و گمان نمی رفت که سربازان روسی پس از ورود به تهران کاری با آنها داشته باشند، از این جهت اکثریت مهاجران را مردان تشکیل می دادند و چند هزار نفر ژاندارم و افرادی که به عنوان مجاهد توسط افسران آلمانی مسلح شده بودند همراه اونها بودند. در اون زمان، دوستان خوب توجه بفرمایید، در اون زمان جمعیت تهران را حدود 600 هزار نفر تخمین میزنند و میگویند مهاجرانی که از تهران حرکت کردند در آن روز رفتن بیرون بیش از 50,000 نفر بودند و میگویند در اون زمان از هر دو خانواده تهرانی حتما یک نفر در مهاجرت شرکت داشته. اکثریت عظیم این مهاجران گمنام پس از آن که حرکت کردند رسیدند به قم، دیگه فعالیتی نداشتن. ولی اما وقتی که نوبت رسید به پلیس، رئیس نظمیه، حالا من تلفظ اسمش شاید اشتباه بکنم، وستد اهل، من این فارسی در همه جا خوندم، اون نوشته لاتینیش ندیدم، وستد اهل به فارسی نوشته، این رئیس نظمیه بود. این برخلاف فرماندهان سوئدی جاندار مری که همه روسی آلمانی شده بودند، این ظاهرا بی‌طرف بود، اما در این روز طرفداری از روس و انگلیس کرد. از حرکت پلیس به طرف قم جلوگیری کرد. خب حالا دوستان عزیز، شما تصور کنید 50,000 نفر طرفدار آلمان و مخالف روس و انگلیس حرکت کردند به طرف قم و به طرف شاه عبدالعظیم قم، 2,000 تقریبا 500 نفر از اینها
ژاندارم بودن، مسلح بودن و با سلاح‌های خودشون، و یک ارتشی که تعدادش نمیدونیم از مجاهدین توسط آلمانی‌ها تشکیل شده بود، اونها هم مسلح بودند و همراه اینها رفتند و تعداد زیادی از مردم عادی هم آماده بودند که به مجاهدین بپیوندند. اینها حرکت کردند، حالا منتظر بودند شاه احمد شاه حرکت کنه و بره به طرف، چون به همه پایتخت ها احمد شاه اطلاع داده بود که من پایتخت انتقال داده و میخوام برم. خب حالا وزیر مختار انگلیس با کمک فرمان فرما نقشه دقیق مهاجرت طرح کرده بودند و قرار بود که در آخرین لحظات آقای فرما فرما یک تنه وضع عوض کنه. اجازه بدید من بخونم یک سند قابل توجه، کتابیست به اسم جنگ جهانی در ایران، سر کلارمونت سکرین نوشته، ترجمه غلام حسین صالحیار، از صفحه 28ش من که میخونم. دوستان گوش میدید، میگه اگر همکاری آن موقع روس و انگلیس و مهارت دیپلماتیک فراوان سر چارلز مارلینگ وزیر مختار بریتانیا نبود، امکان داشت که همه چیز از دست برود. این من نمیگم. ببینید، اگر همکاری آن موقع روس و انگلیس و مهارت دیپلماتیک فراوان سر چارلز مارلینگ وزیر مختار بریتانیا نبود، امکان داشت که همه چیز از دست برود. تنها ظهور یک واحد نظامی روسی در کرج واقع در 40 کیلومتری تهران و پیاده شدن نیرو در بندر انزلی، که البته اینها صورت نگرفته، بندر انزلی گفتن ممکن است قزوین بیا برید نیومده، کنار دریای خزر طی ماه سپتامبر از وقوع یک کودتای حتمی جلوگیری کرد. اگر این کودتا صورت می گرفت، ایران قطعا در جهت غلط به جنگ کشیده می شد. هدف توطئه آن بود که شاه وقت ایران را به اتفاق گروهی از رجال متنفس وادار به مهاجرت و تبعید اختیاری در شهر مذهبی قم بکنند. توطئه گران انتظار داشتند این نقشه منجر به انقلاب در اختشاش و انقلاب در سراسر کشور گردد، اما در تاریخ 15 نوامبر 1515، 7 محرم 1334، سر چارل مارلینگ وزیر مختار انگلستان با کمک تنها وزیر وفادار کابینه یعنی فرمان فرما در آخرین لحظه موفق شد که شاه را از اجرای این نقشه باز دارد. حالا این یک قسمت که داره تایید میکنه که فرمان فرما یک تنه شاه را از رفتن به قم باز داشت. سر پرسی سایکس مؤسس پلیس جنوب هم داستان را اینطور تعریف میکنه. تاریخ در تاریخ ایران، سر پرسی سایکس، سید محمد تقی فخردایی گیلانی، جلد 2 صفحه 629، میگه در پاییز سال 1915 میلادی دامنه بحران به تهران سرایت نمود. به واسطه خطری که
برای سفارتخانه های متفقین وجود داشت، روزها در ماه مه در بندر انزلی پهلوی نیرو پیانه کردند و به طرف قزوین روانه گردیدند. از آنجا هم به واسطه این که بر اهمیت و باریکی موقع افزوده شده بود، به طرف رودخانه کرج به فاصله 25 میلی تهران حرکت نمودند. در 15 نوامبر، یعنی همه هفته محرم، یک آزمایش زورآزمایی بین دو نیروی متخاصم به عمل آمد. شاه مضطرب با حالت رقت‌آوری از هر طرف چاره می‌جست و تصمیم گرفت که پایتخت را ترک گفته به حضرت عبدالعظیم که وزرای مختار متحدین در انتظار او بودند حرکت کند. ولی وزیر مختار روس و انگلیس صریحاً به شاه اظهار داشتند که اگر شاه بی‌طرفی خود را بشکند و به نمایندگان متحدین بپیوندد، هر آینه تاج و تخت او در معرض خطر افتاد. در همین حال فرمان فرما یک شاهزاده ایرانی در صحنه ظاهر شد و خود را به شاه رسانید و اظهار داشت که کاری نکند که سلسله قاجاریه منقرض گردد. دلایلی که او خاطر نشان نمود به قدری عاقلانه و منطقی بود که شاه را اقناع کرد و بالاخره حاضر شد که در پایتخت بماند. محاضا وقتی که شب شد، شاه بختتن هراسان شده میل کرد سوار بر اسب شده و خود را به آلمان ها برساند، ولی فرمان فرما که مواظب او بود، او را از این حرکت خارج از عقل باز داشت. کمی که از این قضیه گذشت، او فرمان فرما کابینه جدیدی تشکیل داد و تا چند ماه ممکن بود گفته شود که سیاست ایران به متحدین یک سیاست بی‌طرفی نافعی بود. من اضافه کنم در اینجا که آقای فرمان فرما در قفل کرد، در اتاق خواب قفل کرد و پشت اتاق خواب موند و تا چند روز مراقب شاه بود. خب پس یک تنه از حرکت شاه به قم و شاه عبدالعظیم جلوگیری کرد. اگر احمد شاه رفته بود به قم و اینها، با اون جاندارمری که 2000 نفر در همراهش بودند و با قشن مجاهدین و اینها و با اون محموله های سکه هایی که داشت میرفت افغانستان، مراد مسلمان در سر تا سر ایران علیه انگلستان و روس قیام رخ میداد و این قیام به افغانستان میرسید. لشکرهای چند لشکر انگلستان از افغانها داشت و یک لشکر مخصوصا از بربری های افغانستان داشت که شیعه مذهب بودند و مهمترین لشکرهایی که انگلستان داشت از پاکستان، از هندوستان بود که تعدادشون از مسلمان های پاکستان بودند. نقشه ای که آلمان داشت و با رفتن شاه به قم و پایتخت به اصفهان یا قم تغییر دادن، این نقشه های آلمان انجام می شد که با شورش در پاکستان، با شورش در هندوستان، با شورش در افغانستان، با شورش در ایران که اون سپاهیان جبهه های جنگ هم که از افغانستان و پاکستان بودند، اونها را به نافرمانی وادار می کرد، با
یعنی دلایل کافی وجود داشت که با رفتن احمدشاه به قم و انتقال پایتخت به اصفهان برنامه های آلمان به انجام می رسید. آن وقت به طور مسلم ارتباط انگلستان با هندوستان و با افغانستان قطع می شد. سپاهیان پاکستانی به شورش وادار می شدند و احتمال این که انگلستان جنگ به بازه وجود داشت. می گفتند که احمدشاه در اینجا مثل ملکه های زنبور عسل می مونه. من زیاد تخصصی ندارم ولی می گویند اگر ملکه زنبور عسل بگیرند و در یک کندو در جای دیگه بگذارند، تمام این زنبورها کندوی جدیدی در اونجا تشکیل میدن. حالا خیانت های دیگه درست شد. وقتی که دیگه شاه نرفت، مصطفی الممالک تلگراف کرد که آقایون وکلا برگردید تهران، شاه منصرف شده، اما در اینجا ایادی انگلیس کار خودشون کردند. گفتند تا وقتی که سپاهیان روس در تهران هستند ما به تهران بر نمی گردیم. یعنی امر محال، امر محال، چون سپاهیان روس که امکان نداشت دیگه در اون شرایط از تهران خودشون داوطلبانه برگردند. پس وکلا بر نگشتند، پس وزرا بر نگشتند، بعد هم رفتن به عثمانی پناهنده شدند. تمام روحیه مردم از بین بردند و هیچی، انگلستان پیروز شد، روس هم پیروز شد. این یکی از وقایعی بود که حالا من در هفته آینده هم ادامه میدم و خدمتتون مطالب بیشتری در این مورد عرض میکنم که بعد به کجا رسید. و شاید هم دوستان از من خواستن مدعیه که صحبت های دیگری هم در موارد دیگه بکنم. شاید در هفته آینده مطالب جدیدی بیارم و شاید هم اگر شما خواسته باشید بقیه این مطالب عرض کنم. حالا بسته به اون درخواست هاییست که دوستان از من خواهند کرد. من دیگه خیلی امروز صحبت کردم، برای خودم خاتمه میدم و تا هفته آینده برای همه شما تندرستی و پیروزی آرزو میکنم. تندرست باشید، شاد باشید، پیروز باشید. خدا حافظ. بدرود. بدرود. بسیار سپاسگزارم استاد. خدا نگهدار تا برنامه دیگر و روز دیگر. تا
دشمن. تو از کنار تو پر از لشکر دشمن. I'm